گابریل کالرون جدیدن سرمربی پرسپولیس شدن. به نظرتون این اتفاق خوبی میتونه باشه برای پرسپولیس و هواداراش؟ خیلی ازش اطلاعاتی ندارم، اما باز همین که گزینه‌هایی که فعلا داخلی هستن کنار گذاشتن و اومدن سمت گزینه‌های خارجی، به نظرم یه قدم رو به جلوه. بالاخره مربی که چند سال تیم نداشته، تیمایی که بوده هم خیلی بالاخره تیمای الغرافه بوده، فکر میکنم خیلی افتخار خاصی نداشته. بالاخره اینکه خوب باشه یا بد باشه الان مشخص نمیشه، در آینده مشخص میشه. اومدن کالدرون با توجه به اینکه یه مربی با دانشیه، من تا اونجا که اطلاع دارم تو رئال بتیس هم بوده، تو آرژانتین بازی کردن و فینال جام جهانی و هم بازی مارادونا و مربی عربستان و اینا بودن، با اونا افتخارات خوبی کسب کردن. امیدوارم که خوب باشه و راه برانکو رو بتونه ادامه بده. نظر شما در مورد انتقادات اخیری که از مدیران پرسپولیس میشه چیه؟ کاملا طرفدارا حق دارن بابت این چیز. آنکه آقای برانکو یک سال دیگه با ما قرارداد داشته، سال چهارم خیلی راحت‌تر میتونست کار کنه، شناختش خیلی خوب بود از تیم، از لیگ، از تیمای دیگه، ترجیح میدادیم که خودش باشه. من به نظرم اون چی که در حد واقعا یه تیم صدرنشین ایرانه، این نیست که مثلا سرمربی رو اینجوری بندازن بیرون و پولش رو دیر بدن. و یه مربی موفق باید بمونه. باش خاطرات خیلی خوبی داشتیم، ترجیح میدادیم واقعا پروفسور بمونه پیشمون. دیگه الان ما هر حرفی بزنیم دیگه آب از سرمون گذشته، دیگه الان کاری از دستمون پر نمیاد، فقط باید امید داشته باشیم به فصل بعد که دیگه این اشتباهات رو تکرار نکنه. این که به خاطر یه تصمیم اشتباه بخوایم بر ضدشون شعار بدیم، این از نظر من اصلا کار درستی نیست. ولی خب بالاخره وقتی شما نتونستید برانکو رو نگه دارید، نتونستید بازیکن بخرید، نتونستید مربی تاپ بیارید، خب دیگه چیکار میخواید بکنید دیگه؟ برای بیرون کردن برانکو هم خیلی انتقاد کردن که اصلا هیچ اثری نداشت، یعنی جوابگویی نبود و کار انجام شد. خواسته اصلی شما از باشگاه پرسپولیس چیه؟ از باشگاه همون آرامشی که زمان آقای گرشاسپی بوده، زمان حالا تا حدی آقای طاهری بوده، همون حفظ بشه، نذارن دو دستگی ایجاد بشه تو تیم و تیمو حمایت بکنن که ایشالله بریم برای چهارمون قهرمان. دل هوادارا رو شاد میکنه و اینکه دوباره با اون برخوردی که با برانکو داشتن و با آقای کالدرون نشه بشه. با پرسپولیس اونجوری که شایسته رفتار کنه، الان اونجوری رفتار نمیشه باشه. بازیکنایی که میان نقل و انتقالات و اینا شایسته تیم اول ایران نیست. چه پیامی برای آقای برانکو دارین؟ ان شاءالله که هر جا هست موفق باشه و دوباره به پرسپولیس برگرده. همیشه تو ایران کلی طرفدار داره. برانکو هر کاری کرده کار درسته رو کرده، به نظر من حدی داشته صبر کردنش. امیدوارم میشونم تو همون تیمشون هم مثل پرسپولیس موفق باشن و همچین نتایجی دست بده. آقای نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس الان تو استودیو برنامه ما هستن، استودیو سلام صبح بخیر. باهاشون چه صحبتی داری؟ من خواسته که از آقای نبی دارم اینه که پشت کادر فنی باشه، همونجوری که سالیان قبل پشت برانکو بودن، دوست دارم که پشت کالدرون هم باشن و برای شادی دل هوادارا هر کاری از دستشون میاد انجام بدن. ازشون خواهش میکنم که هوای این تیم پرسپولیس داشته باشن و بتونم اون حضوری که شایسته تیم صدرنشین ایرانه رو توی بازار نقل و انتقالات داشته باشه. من به نظرم تو نقل و انتقالات خیلی ضعیف عمل کردیم، یعنی فقط آفرشاد رو گرفتیم و الان مشکل مهاجم هم داریم که اگه علی پور هم بره که دیگه تیم به فنا میده دیگه. آیه نبی و بقیه اعضای هیئت مدیره وقتی میبینید نمیتونید خواسته هوادارا رو برآورده کنید، برید خیلی ساده با عزت با احترام، محبوبیتتون هم خیلی بیشتر میشه.